و اما خبر آخر، مؤسسه فرهنگی خیریه جواد الائمه علیه السلام برنامه‌ای فرهنگی را با حضور تعدادی زیاد از فرزندان شهدای نیروهای مدافع اعتقاد و مقدسات عراق الحشد الشعبی در شهر مقدس کربلا برگزار کرد. این برنامه فرهنگی شامل فعالیت‌های مختلف تفریحی و انواع سرگرمی و نیز توزیع کمک‌های مالی بین این عزیزان بود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمایی شیرازی، خانم وفا قیس الاسدی مدیر این مؤسسه در این باره گفت: وظیفه ما در این مؤسسه تحت پوشش قرار دادن خانواده‌های نیازمند از جمله ایتام نیروهای حشد الشعبی است و این نه تنها وظیفه انسانی است که دین مبین اسلام نیز ما را برای احسان و نیکی به هم نوعان خود علل خصوص قشر مستضعف و آسیب پذیر جامعه فراخوانده است. وی با اشاره به آیات قرآنی و تاکیدات خداوند متعال درباره یتیمان افزود: خداوند در قبال نیکی به یتیمان برکاتی زیاد را به ما ارزانی خواهد داشت و دلجویی از یتیم و بی سرپرست بسیار ارزشمند است. مدیر مؤسسه فرهنگی خیریه جواد الائمه علیه السلام در ادامه گفت: ما در این برنامه خیریه از 80 تن از فرزندان شهدای نیروهای حشد الشعبی عراق پذیرایی کردیم و برنامه‌های مختلف را برای حمایت و پشتیبانی از این قشر از جامعه در دستور کار داریم. شایان ذکر است در این برنامه خیریه کمک‌های مادی و معنوی در اختیار یتیمان بی‌سرپرست قرار گرفت.